شاهین مدرس پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم همراه ما هستند. بعد از 24 سال پوتین داره به کره شمالی سفر میکنه. چه زمینه‌های همکاری فکر میکنید آقای مدرس بین دو کشور وجود داره؟ وقتتون بخیر خانم صادقی گرامی. یک واقعیتی که وجود داره اینه که کشورهای عضو جبهه ناتو که در حال حاضر دارن با اوکراین کمک میکنن، اینها آهنگ تولید سلاحشون تا سال 2025 میلادی، یعنی تا پایان سال جاری، به حدی خواهد رسید که جدا از مصرف خودشون به اندازه کافی میتونن سلاح و تسلیحات تولید کنن برای اینکه اونها رو به اوکراین ارسال کنن. این یه واقعیتیه که باعث میشه آقای پوتین هر چه سریعتر سعی کنه که جنگی که در اوکراین آغاز کرده رو به پایان برسونه و در صورتی که موفق نشه بتونه واقعیت سیاسی جدیدی که سعی داره رو به دنیا بقبولونه و معرفی کنه، داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه هم شدت حملات خودش رو به نظر میشه گفت افزایش بده در اوکراین و هم از الان به فکر تأمین تسلیحاتی خودش باشه در صورتی که ما شاهد روانه شدن سیل بیشتری از تسلیحات به سمت اوکراین باشیم. برای اینکه این هدف رو بتونه پیش ببره، عمدتاً میشه گفتش که روی دو کشور حساب باز کرده. یکی جمهوری اسلامی از طریق پهپادها و ظاهراً موشک‌هایی که داره به فدراسیون روسیه تحویل میده، از اونها استفاده میکنه، اینها رو به شکل کاملاً قابل انتخابی دارن مهندسی میکنن، دارن تغییرات در این پهپادهای به عنوان مثال شاهد انجام میدن که بتونن کارایی و بازدهی اونها رو افزایش بدن، کما اینکه به عنوان مثال در رابطه با پهپادهای شاهد این هستیم که جای فیوز اونها رو عوض کردن و از انتها به سر پهپادها معرفی کردن، منتقل کردن. در این حال داره سعی میکنه که از کره شمالی هم در زمینه یک، مواد اولیه‌ای که نیاز داره برای ساخت تسلیحات، دو، در زمینه فناوری‌ها و موشکی بتونه یک سری تکنولوژی‌ها رو بگیره و بتونه این خط تأمین تسلیحاتی خودش رو حفظ کنه و اون رو بهبود ببخشه. هدف عمده آقای پوتین از این سفر بعد از 24 سال به کره شمالی این دو میتونه باشه. آقای مدرس، آمریکا هم همزمان ابراز نگرانی کرده از تعمیق روابط روسیه و کره شمالی. دلایل نگرانی آمریکا چیه؟ ببینید، مهمترین دلیل نگرانی آمریکا اینه که ما شاهد ایجاد یک نوع اتحاد نسبتاً استراتژیک هستیم بین کشورهایی که این کشورها عمدتاً توسط رژیم‌های خودکامه و تمامیت‌خواه دارن اداره میشن، از جمله چین، از جمله کره شمالی، از جمله فدراسیون روسیه، از جمله جمهوری اسلامی. این مسئله نه تنها برای ایالات متحده، برای جهان آزاد میتونه نگران کننده باشه، به خاطر اینکه ما شاهد وضعیت زندگی مردم در بسیاری از این کشورهای خودکامه هستیم و این اتحادی که اینها دارن ایجاد میکنن میتونه این شرایط رو به مراتب خطرناکتر و بدتر کنه و امکان گسترش اون رو افزایش بده. در این حال نگرانی دیگری که ایالات متحده داره از بعد امنیتی هست، به خاطر اینکه داریم راجع به دو کشوری صحبت میکنیم که هر دو کشور به سلاح هسته‌ای و فناوری هسته‌ای دسترسی دارن و کشوری مثل روسیه پیش از این بارها اعلام کرده که در زمینه استفاده از سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای و تاکتیکال هسته‌ای خودش در صورت نیاز کوتاهی نخواهد کرد. این برای ایالات متحده شروع یک ناامنی میتونه باشه، خصوصا که روابط ایالات متحده نه با کره شمالی و نه با فدراسیون روسیه روابط خوب و قابل قبولی نیست. در چنین شرایطی اتحادی که داره بین اینها ایجاد میشه خطرناکه. شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.